سلام شاگرده عزیز، چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بله، من مطمئن هستم که شما کار خانگی گذشته را انجام دادید، درس های گذشته را مطالعه کردین و آماده به درس جدید هستین. و آمادگی به درس جدید به این معنی است که شما قلم، کتابچه، کتاب و بکس هندسی با خود داشته باشین تا بعض نقاط مهم درس شما یادداشت کنین. خب، شما بسیار شاگردای ذکی هستین، حتما درس گذشته به یادتان است که درس گذشته ما و شما مجموع زوایای داخلی یک مظله بود. ما شما گفتیم که مجموع زوایای داخلی یک مظله بستگی به ازرایش داره که هر قدر ازرا زیاد شوه به اون اندازه مجموع زوایایش زیادتر می باشه. ما شما درس گذشته فرا گرفتیم که مظلات مقعر کدام مظلات است و مظلات معدب به کدام مظلات گفته میشه. به می ترتیب درس گذشته را ما شما دنبال کردیم. حالا می رسیم به درس جدید. البته در درس جدید شما طبیعی صنف هفت هستین و مضمون ما شما سات ما درسی ما ریاضی است. موضوع درس ما شما مجموع زوایای خارجی یک مظله است. البته صفحات کتابتان 135 و 136 است. اهدافی که در این درس ما شما دنبال میکنیم فقط سه جز داره. یک، زوایای خارجی یک مظله را بشناسید. یعنی شما وقتی که یک مظله رسم میکنید زوایای خارجی را تفکیک کرده بتانید. دو، مجموع زوایای خارجی یک مظله را محاسبه نمایید. یعنی مجموع زوایای خارجی یک مظله را شما محاسبه کرده بتانید توسط رابطه. سوم، شما بفهمید که مجموع زوایای خارجی یک مظله همیشه مساوی به 360 درجه است. بسیار خوب، به خاطر اینکه به این هدف شاگرد عزیز برسیم، یک سوال از شما مطرح میکنم، ببینیم که از این سوال شما چی برداشت میکنید، یعنی برای شما این سوال چی انگیزه میده. مجموع زاویه های خارجی یک مظله. ببینید، در اینجا یک سوال است که شما برتان میخوانم، آیا میتوانید بگویید که مجموع زوایای خارجی یک چندضلعی چند درجه است؟ ببینید در این شکل که یک مظله است که یک ضلع، دو، سه، چهار، پنج ضلعی است. در هر پنج ضلعی ببینید مطابق به اضلاعش پنج زاویه خارجی داره که هر کدامش 72 درجه هستند. در اینجا 72 درجه را مجموع 5 72 درجه را جمع کرده گفتم مساوی به چند میشه. شما ببینید عزیزا، وقتی که را جمع کنین شما ببینید عزیز چه نتیجه میگیرین. یعنی ما شما خوانده بودیم که مجموع زوایای خارجی یک مسئله است 360 درجه است. چهار ضلعی را هم خواندیم 360 درجه است. حالا می پنج ضلعی را محاسبه میکنین ببینین کمی چند درجه هستن. اینا من بر شما جمعش میکنم ببینین 72 درجه جمع 72 درجه جمع 72 درجه جمع 72 درجه، یعنی 5 زاویه خارجی داره. 1 2 3 4 یک مرتبه دیگه هم نوشته کنم، جمع 72 درجه مساوی میشه. چند میشن ببینید جمع کنیم، 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 10 از 0 شد اصلا آمد بر 1 1 و 7 8 8 و 7 15 15 و 7 22 22 و 7 29 29 و 7 میشه 36 میشن 360 درجه. خب شاگرد عزیز، حالا شما از این چیز برداشت کردین؟ یعنی پنج ضلعی هم 360 درجه میشن. بسیار خوب، یعنی به این نتیجه میرسیم که مجموع زوایای خارجی تمام مظلات از سه ضلعی شروع تا به ان ضلعی همگی 360 درجه است. یعنی یک عدد ثابت است، این بستگی به اضلاع نداره. اگر سه ضلعی باشه، چهار ضلعی، ده ضلعی و ان ضلعی همگیش مساوی به 360 درجه است. بسیار خوب، به خاطر بهتر فهمیدن شما یک فعالیت انجام میتیم. ببینید شاگرد عزیز، در فعالیت ما برای شما میخوانم مثلث ABC را در نظر بگیرید، ضلع AB را از A به طرف B امتداد دهید، ضلع BC را از B به طرف C امتداد دهید، ضلع AC را از C به طرف A امتداد دهید، سه زاویه خارجی مثلث را مشخص و نامگذاری کنید، جدول زیر را در کتابچه های خود نوشته و آن را تکمیل کنید. در پایین جدول نوشته است یک چهارضلعی رسم کرده و زوایه های خارجی آن را نشان دهید، یک پنجضلعی رسم کرده و زاویه های خارجی آن را نشان دهید. ببینین عزیزا، در این فعالیت ما بخش اولشه، یعنی مثلث رسم میکنم، زاویه خارجی را مشخص میکنم، اینمی جدولم برای شما خانه پوری میکنم، اما دو ماده آخرشه به خاطر اینکه شما فعالیت کرده باشین رو شما انجام بدین. اصلا از این فعالیت مربوط به شماست که وقتی درس حضوری باشه شما دستم با همصنفی خودی کار میکنین، چون حال درس حضوری نیست، بنابرای اون همراه شما همصنفی تان میشم و یک قسمت از این من همراه شما کار میکنم. ببینین ما همین مثلث رسم میکنم برای شما. این در اینجا ببینین شاگرد عزیز یک مثلث
بر شما رسم میکنم به این ترتیب. خب این نامگذاری میکنم، البته مثلث A, B و C. طبق فعالیت شما گفته زل ای سی را به طرف به امتداد ای شما ای را ادامه بدین، یعنی به این ترتیب. ببینین عزیزا، این حرکت مارکر سرخ میگیرم و نقطه نقطه میگذارم به خاطر از این که با زل اصلی فرق شوه. این امتداد دادم، بعد گفته زل ای بی را به امتداد بی امتداد بدین، به این ترتیب بادی زل هم میمونه. ببینین عزیزا به این شکل بسیار دقیق بیه امتدادش میتم. بسیار خوب. وزول بی سی را گفته با امتداد سی ادامه بدین. ببینین ایرام ادامه میتم. بسیار خوب. ببینین عزیزا، وقتی که من امتداد دادم آرم و زوایای خارجی را گفته فقط بسازین که کدام زاویه است. ببینین از ای شروع میکنیم. این زاویه زاویه یک بود، داخلی بود، اما این زاویه که تشکیل شده زاویه دوست، یعنی ای یک داخلی است و ای دو خارجی. در بی میرسیم، ایران نامگذاری میکنیم، بی یک زاویه داخلی است و این زاویه که ما شما میگیم بی دو زاویه خارجی، و همچنان سی در اینجا یک، یعنی سی یک زاویه، زاویه داخلی است و این زاویه ما شما سی دو زاویه خارجی است. یعنی من برای شما مشخص ساختم در این مثلث، فقط مشخص ساختن همین زاویه است که شما بشناسید زاویه خارجی کدام است. قبلا برای شما تعریف کرده بودم که زاویه خارجی یک مثلث عبارت از امتداد یک ضلع، زاویه که از امتداد یک ضلع با ضلع بعدیش با ضلع دیگر مثلث یا مثلث تشکیل میشه زاویه خارجی است. ببینید A دو، B دو و C دو زاویه خارجی هستند. بسیار خوب. میرسیم حالا سر جدول. جدول خانه‌پوری میکنیم. وقتی جدول خانه‌پوری کنیم، ما برای شما جدول تیار آماده کردیم، رسم کردیم، فقط من اینا را اعداد جابجا میکنم. ببینین چند زولی ها، سه زولی، مجموع زاویه های داخلی از این ما شما قبل نام خواندیم چند بود درس گذاشته؟ یک سه زولی یعنی یک مثلث است، یک از ضرب چند میکنیم؟ ضرب البته 180 درجه. این مساوی میشه یک ضرب 180 درجه، خود 180 درجه، یعنی یک عدد، یک عنصر عینیت از نظر. بسیار خوب. گفتم مجموع زاویه خارجی، مجموع زاویه خارجی در مثال قبلا برای شما گفتم که تمام مثلثات 360 درجه است. اینجا هم نوشته میکنم که 360 درجه. در این خانه مجموع زاویه داخلی و خارجی، یعنی هر دوش جمع کنم، یعنی مجموع زاویه داخلی 180 درجه جمع چند درجه؟ جمع 360 درجه. هر دوش جمع میکنیم مساوی میشه و صفر با صفر جمع شود صفر، شش هشت و شش چارده، حاصل یک، یک و سه چار، چار یک پنج. پس مجموع زوایای داخلی و خارجی یک مثلث مساوی به 540 درجه. بسیار خوب. در چار زولی میایم. ما شما گفته بودیم در سو گرسته بگه قطعش رسم کنیم دو مثلث ایجاد میشه، پس نوشته میکنیم دو ضرب 180 درجه مساوی میشه به دو صفر صفر، دو از شانزده، آسل یک، دو یک، دو دو یک، سه، 360 درجه. مجموع زوایای خارجیش هم 360 درجه است شاگردان عزیز. یگانه مزله که زوایای داخلیش با زوایای خارجیش مجموعش مساوی است عبارت از چهار زلی است. عرضش جمع میکنیم 360 درجه جمع 360 درجه مساوی میشود صفر با صفر جمع شود صفر، شش شش دوازده، آسل یک، یک و سه چار، چار و سه افت، میشن 720 درجه. مجموع زوایای داخلی و خارجی چهار زولی ها مساوی میشه به 720 درجه است. بسیار خوب. با ترتیب پیش میریم. پنج زولی، پنج زولی ما شما گفته بودیم که باید 3 ضرب 180 درجه باشه، مساوی میشه به 3 ضرب 0 0، 3 8 24 حاصل 2، 3 1 3 3 2 5، ایشت 540 درجه. آله مجموع زوایای خارجی از هم 360 درجه است، نوشته میکنم 360 درجه. پس هر دوش جمع میکنم، یعنی 540 درجه جمع 360 درجه مساوی میشه با، جمع میکنم صفر با صفر جمع شود صفر، 6 14 حاصل آمد بر 1، 1 و 3 4 4 و 5 9، میشن 900 درجه. بسیار خوب. آخرین شش زولی، شش زولی که 3 باشه یا ما شما گفتیم وقتی که
یک مزله را از یک رس خطایش رسم کنیم، شجزوری را به چهار مثلث تجزیه میکنم. 4 ضرب 180 درجه مساوی میشه به 4 0 0 4 32 اصل 3 4 1 4 4 3 7 720 درجه. مجموع زوایای خارجیش گفتم 360 درجه است. بسیار خوب، بیا را جمع میکنم. 720 درجه جمع 360 درجه مساوی میشه به 0 0 جمع کنیم 0 6 2 8 و 7 3 10 میشن 1080 درجه. ببینین عزیزا، پایان میاییم. حال اگه ششزولی، افزولی، اجزولی، انزولی بالاخره با ترتیب پیش بریم، مجموع زوایای داخلیش زیاد شده میره ولی مجموع زوایای خارجیش ثابت 360 درجه است و این مجموعش هم در خط فرق میکنه. حال اگر همین زلها در مجموع انزولی شوه، یعنی به این شکل شوه، تعداد از یا انزول شوه، پس مجموع زوایای داخلی قبلی هم خوانده بوده میشه n منفی 2 ضرب 180 درجه، یعنی s مساوی بود که اس هم شما گفته بودیم که مجموع زوایای داخلی n تعداد اضلاع. در اینجا اگر انزولی هم باشه مجموع زوایایش، بازم گفتیم مجموع زوایای خارجی چند درجه است؟ 360 درجه. که جمعش هم کنیم یعنی طور میشه که s جمع چند میکنیم؟ جمع 360 درجه، هرچی که بود مجموع زوایای داخلی و خارجی تشکیل میده. بسیار ساده است عزیزا. دو ماده دیگه شما رسم کنین، فقط یعنی یک چهار زولی رسم کنین زاویه خارجی رو نشان بدین و هم پنج زولی رسم کنین زاویه خارجی رو فقط شما دو رسم نشان بدین. از این ما شما نتیجه میگیریم، بازم نتیجه که چیزی که بسیار مهم است، مجموع زوایای خارجی هر مزله مساوی به 360 درجه میباشه و بستگی به اضلاع نداره، یعنی هر قدر اضلاع زیاد باشه یا تا به کمی پیدا کنه کلش 360 درجه است. بسیار خوب، برای ازی که بهتر بفهمیم یک مثال هم روی شما کار میکنیم. مثال اول، مجموع زوایای خارجی یک مربع را اولا از روی رسم پیدا نموده و سپس آن را از روی فرمول دریافت کرده و با هم مقایسه کنید. برای ازی که عزیزم جای برای شما آماده بسازم، این تخته را باید می قسمت چپا کنم تا من مثال با شما حل کنم. بسیار خوب، بسیار یک درس جالب، دلچسب و بسیار زیاد ساده است. یعنی هر کدام شما میتونین ده دقیقه مطالعه کنین تمام موضوع را برداشت کرده میتونین. بسیار خوب، ببینین مجموع زوایای خارجی یک مربع را اول از روی رسم پیدا کنید و پس توسط فرمول، یعنی تو معنا میده که شما یک مربع را رسم کنین، اول توسط همه رسم که میبینین چه قسم شما زاویه خارجی را پیدا میکنین، بعد توسط فرمول یا رابطه. بسیار ساده است، ما برای شما یک مربع را رسم میکنیم. ببینید در قسمت وسط به این شکل یک مربع را رسم میکنیم. مربع را ما شما گفتیم با چهار زولی گفته میشن که ازدایش قایم و زوایایش چند درجه باشه؟ 90 درجه باشه. این یک مربع را در نظر میگیرم که 9 انچ البته زولش باشه، ازدایش باشه، با ترتیب از اینجا 9 انچ میگیرم به خاطر اینکه مربع که است پس تمام ازدایش با هم باید مساوی باشه، یا 9 انچ و عزیزا به این ترتیب باید هم 9 انچ باشه. بسیار به شکل ساده این شاگرد عزیز ببینید به این شکل و این رک بایی وصل کنیم خود به خود 9 انچ هست چون تمام خطوط عمود بودن. این عزیزا من مربع را رسم کردم. در این مربع ما برای شما وقتی گفته زوایای خارجیش پیدا کنین پس ما باید از دار امتداد بتون ببینین. این اول نامگذاری میکنم A B C و D، یک مربع A B C D که تمام اضلاعش 9 انچ است. نوشته نمیکنم به دلیل خودتون اندازه گیریدین به خاطر شبکه خطوط زیاد نشه و شما مفهوم بگیرید. درست؟ حالا میبینیم تمام از این زوایا گفتیم مربع در حقیقت هر 4 ضلعش مساوی زاویه‌اش قائمه، پس این زاویه همگی قائمه است. وقتی من 90 درجه نوشتم نکنم شاگرد عزیز این خودش 90 درجه هستن، یعنی می علامت که در ار جی ببینین این 90 درجه است. ببینید به این ترتیب 4 زاویه 90 درجه است. حالا ما از دارم تعداد میتم توسط مارکر را تعداد میتم که با یا فرق شوه. از ای شروع میکنم ببینید زاویه خارجی را اینه، بعد ایزول هم تعداد میتم، یعنی به می ترتیب از طرف خلاف عقربه ساعت یا رو در نظر میگیریم تا زاویه خارجی رو به میان بیاریم. درست؟
بسیار خوب. ایرام امتداد دارم، ایزرام امتداد میتم و ایزرا هم امتداد میتم. بسیار ساده است عزیزا، بسیار ساده. خب ببینین، ای که زاویه ای یک است، یعنی زاویه یک، پس این مسئله به چند درجه است؟ 90 درجه. خب ایام بی یک، ایام مسئله به 90 درجه است، ایام سی یک یعنی زاویه داخلیش، ایام 90 درجه است و ایام دی یک، ایام مساوی میشه با چند؟ 90 درجه است. خب با اینکه با یا باید مساوی شه، من اینم نوشتم میکنم یک مساوی با 90 درجه. زوایای داخلیش کلش 90 درجه است. آره زوایای خارجیش که دو جز برای ما گفته، اول توسط شکل شما نشون بدین، بعد توسط فرمول. آره ببینین، یعنی زاویه خارجی که تشکیل میشه، خب وقتی که ختم رسم میکنم شاگرداز، ببینین وقتی که 90 درجه باشه، پس یام زاویه 90 درجه است، پس یام زاویه 90 درجه است، ای هم زاویه 90 درجه است و ای هم زاویه 90 درجه است. پس ببینین از اینکه ما شما در خط محاسبه کنیم، درست فهم میشه به توسط شکل وقتی که ما بالای خط عمود رسم کردیم، هر دو زاویه 90 درجه است. ببینین معیار نوشته میکنیم، ای زاویه 90 درجه، ای هم 90 درجه، ای هم 90 درجه و ای هم 90 درجه. پس حالا ما نوشته میکنم که یعنی مجموع زوایای خارجی باید جمع کنیم، یعنی به این شکل 90 درجه جمع 90 درجه جمع 90 درجه جمع 90 درجه، یعنی 4 زاویه خارجی داریم. پس اگه به شکل ضرب نوشته کنم، میش نوشته میکنم 4 ضرب 90 درجه، پس ما سوی میشه با 4 0 0 4 9 36، یعنی 360 درجه. حالا توسط رابطه بر شما اینه حل میکنم. رابطه چه قسم است؟ که ببینین توسط رابطه وقتی که ما دریافت کنیم، میره در اینجا نوشته میکنم که زاویه A1، ببینید خوب دقیق باشین، زاویه A1 جمع A2، یعنی که در خطی زاویه را ما شما دو نام بگذاریم، دو یعنی 90 درجه قبلا توسط شکل بود، آره ایرام دو نام بگذارم، ایرام دو نام بگذارم و ایره هم دو نام بگذارم. پس ببخشید اینجا نوشته میکنم A2 جمع چند درجه؟ جمع 1، یعنی جمع A1 باعثی مساوی بشه و چند باشه؟ مساوی به 180 درجه، مساوی به 180 درجه قرار زوایای یک طرف خط مستقیم. بسیار خوب، یعنی وقتی به یک طرف خط باشه همیشه زاویه چند درجه میشن؟ 180 درجه، که ما شما در صنف 6 را خواندیم. ادامه میتیم. حالا اینه میره نوشته میکنم که ببینین شاگردای عزیز، ای دوی ما شما نامعلوم است، این نوشته میکنم خودشه، ای دو جمع ای یک ما شما چند درجه است؟ 90 درجه، جمع 90 درجه، این مساوی به چند درجه باشه؟ 180 درجه. از اینجا دو طرف معادله، یعنی 90 درجه را یک جز شک به طرف راست معادله انتقال بتم، علامش منفی میشن، یعنی نوشته میکنم که ای دو مساوی میشه به 180 درجه منفی 90 درجه. پس از 180 درجه 90 درجه برای چند درجه میمونن؟ میمونن 90 درجه. بسیار خوب، این زاویه رو بازم پیدا کردیم، هم به شکل هم به فرمول 90 درجه. در اینجا میاییم در جز بی نوشته میکنم بی دو جمع بی یک، البته یا زاویه است، یا مساوی میشه به 180 درجه قرار زاویه یک طرف خط مستقیم. بسیار خوب، اینجا رو من عیزن میگرم، یعنی به عین شکل. پس از اینجا نوشته میکنم که بی دو، البته ای زاویه است، بی دو مساوی میشه بی یک ما شما 90 درجه است، یعنی یک وقتی که بی دو را با زاویه چند جمع کنیم؟ با بی یک، جمع بی یک 90 درجه، یا مساوی میشه با چند درجه؟ 180 درجه باید شود قرار زاویه یک طرف خط مستقیم. از اینجا بی دو مساوی میشه 180 درجه، 90 درجه را به طرف راست انتقال بدیم، علامه منفی میشه، منفی 90 درجه. پس این مساوی میشه به چند؟ 90 درجه. یعنی توسط شکل هم این 90 درجه بود و توسط رابطه هم این زاویه چند درجه شد؟ 90 درجه شد. بسیار خوب، البته سر زاویه چند درجه پیدا دریافت میکنیم؟ زاویه خارجی 32 را، یعنی نوشته میکنم که 32 جمع سی یک
ایام مساوی به چند درجه باشه؟ 180 درجه باشه. ایام یعنی قرار زوایای یک خط مستقیم. از اینجا نوشته میکنم که زاویه 32 جمع 31 که شما بازم 90 درجه است. 90 درجه مساوی میشه به 180 درجه. از اینجا زاویه 32 مساوی میشه به 180 درجه منفی 90 درجه. ایام مساوی به چند درجه میشن؟ 90 درجه. پس ایرام نظر به رابطه پیدا کردیم که 32 ما هم مساوی به چند درجه میشن؟ 90 درجه. جزء سه میشه. ایده شاگرده عزیز شما خودتان محاسبه کنید. ما در این سه بخش کار کردیم، یک بخش برای شما بسیار ساده است. میرسیم سر مثال دوم. در مثال دوم مجموع زاویه های خارجی یک مثلث قائم زاویه متساوی ساقین رو دریابید. ایام بسیار ساده است. ببینید من مثلث متساوی ساقین برای شما رسم میکنم که دو ساقش با هم مساوی باشه. مثلث قائم زاویه متساوی ساقین به این شکل میگیره میشن. به خاطر اینکه شما برای شما خوب واضح تر بیایه با متساوی ساقین باشه. ایزا ببینید وقتی که این 9 انچ است پس این ظلم شما باید 9 انچ باشه. نه بسیار خوب این زاویه ما شما قائم است. این را با این وصل میکنیم. باش که یک خطکش بزرگتر را بگیرم. بسیار خوب ببینید شاگردای عزیز، حالا زمانی که ما این را نامگذاری کنم یعنی مثلث A B و C باشه، پس ما به خاطر از اینکه مجموع زوایای خارجی از این در حقیقت دریافت کرده باشم، گفته که مجموع زوایای خارجی یک مثلث قائم زاویه متساوی ساقین را دریابید. مقصدش توسط فرمول است. حالا ما یک از یار امتداد میتونم. ببینین وقتی که این زاویه ما شما 90 درجه است، ما شما گفتیم که این ظلم 9 انچ است و این ظلم رسم کردم که 9 انچ. پس مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه بود. پس وقتی که 90 درجه باشه در مقابل اعضای مساوی زاویه مساوی قرار داره، اینی زاویه ما شما میشن 45 درجه و این زاویه هم میشه 45 درجه. بسیار حالا من یکی از یار زاویه خارجی دریافت میکنم. ببینین مجموع زوایای خارجیشه این امتداد میتم به این شکل. اینی زاویه که تشکیل میشه این زاویه را ما شما چه نام میگذاریم؟ A2. بسیار خوب وقتی که من این را پیدا کردم با این زاویه از این کاملا مساوی میشه و چون ببینید شاگرده عزیز اول زاویه را تشکیل بدم. خب وقتی که این زاویه خارجی دو شد ایرم نام میگذارم که دو و ایر هم نام میگذارم دو. بسیار خوب حالا توسط رابطه یارم شما محاسبه میکنیم. میبینیم وقتی که ما زاویه ای دو را محاسبه کنم، یعنی نوشته میکنم که ای دو و البته ای دو جمع اینی زاویه ای یک 45 درجه، چون در درس قبلی برای شما نوشته کردم به خاطر سادگی کار ایوازه که یک نوشته کنم راست نوشته میکنم 45 درجه. ای دو جمع 45 درجه باید مساوی باشه به چند درجه؟ 180 درجه. این میام قرار چی زوایا یک طرف خط مستقیم. وقتی که زوایا یک طرف مستقیم به شما محاسبه کنیم نمیشه 180 درجه است. بسیار خوب وقتی که ای دو را پیدا کنم زاویه ای دو مساوی میشه به 45 درجه را به طرف راست معادل انتقال میتیم. هرگاه یک جز انتقال کنه علامش منفی میشه، مساوی میشه و 180 درجه منفی 45 درجه. منفی میکنم از 10 که 5 برن 5، اینجا موند از 7 که 4 برن 3 و یکم خودش میشن 135 درجه. خب یکی 135 درجه شد، پس این زاویه هم مساوی به 135 درجه میشه. یعنی زاویه B2 هم مساوی میشه به 135 درجه است. این زاویه را میاریم، یعنی C2 را دریافت میکنیم. نوشته میکنم C2 جمع زاویه داخلیش 90 درجه است. نوشته میکنم 90 درجه مساوی میشه به 180 درجه.
از اینجا سی دو زاویه سی دو زاویه خارجی مساوی می شود 180 درجه منفی 90 درجه. پس از 180 که 90 درجه منفی کنیم مساوی به 90 درجه باقی میمونه. بسیار عالی. حالا به خاطر شاید شما سوال کنید که آیا اوورال جمع کنید 360 درجه میشه؟ اگر شد خوب، اگر نشد نه، جمع میکنم. یعنی ببینید اول زاویه ما شما 135 درجه است، نوشته میکنم امتحان 135 درجه جمع، باز 135 درجه و جمع چند؟ 90 درجه. باید اینمی مساوی به چند درجه شود؟ 360 درجه شود. جمعشان میکنم 0 5 5 5 10، البته 0 5 5 5 5 10 حاصل 1، 1 و 9 10 10 و 3 13، 13 و 3 16 حاصل 1، 1 1 2 2 1 3. پس 360 درجه مساوی میشود 360 درجه. پس بنان محاسبه کردیم شاگرد عزیز، کاملا درست است. بسیار خوب، این مثال رو دورم کار کردیم. حالا برای شما درس فقط طور بسیار فشرده برای شما خلاص میکنم. ببین عزیزا، ما شما گفتیم که موضوع درس بود مجموع زوایای خارجی یک مزله است. مجموع زوایای خارجی یک مزله همیشه مساوی به 360 درجه است. هیچ بستگی به ازلا نداره، هر قدر ازلا زیاد باشه اما عدد ثابت است که مساوی به 360 درجه میشه، که ما شما میتونیم این زوایا را هم توسط شکل و هم توسط فرمول دریافت کنیم که این مثال را با شما کار کردم. شاگرد عزیز، فقط به خاطر که تقویه شود درستان، کار خانگی را بر شما من محول میکنم. کار خانگی شما، کار خانگی شما مربوط صفحه 136 کتابتان است، که البته دو سه سوال است. میخوانم برتان مجموع زاویه‌های خارجی یک مثلث متساوی الاعضا را دریابید. دو، اگر در یک مثلث متساوی ساقین زاویه بین دو ساق 80 درجه باشد، مجموع زاویه‌های خارجی آن را پیدا کنید. سه، مجموع زاویه‌های خارجی یک دزولی منظم را پیدا کنید. اینمی عزیزا بود درس شما. تا زمانی که درس آینده را من خدمت شما پیشکش میکنم، همگی شما را به علای پاک میسپارم، ولی از شما امید دارم عزیزا که درس باید مطالعه کنین، کار خانگی تان انجام بتین و درس بعدی را هم یک مرتبه پیش خود مرور کنین. خدا نگهدارتون.